چرا این مشکل آلودگی هیچ وقت توی ایران حل نمیشه؟ این دلیل اصلیش اینه که در واقع قانون هوای پاک رو اجرا ما نکردیم. در حال نخبگان کشور نشستن، سالها بررسی کردن، به یک اجماعی رسیدن در قالب قانون هوای پاک. بیش از 3 سال در مجلس این قانون چکش کاری شد و در نهایت در سال 96 به تصویب رسید. 16 نهاد مسئول شناخته شدند که باید به تکالیف خودشون عمل میکردن. وزارت کشور طبق در واقع این قانون باید میرفت به سمت ارتقای ناوگان حمل و نقل عمومی. سازمان محیط زیست و مؤسسه استاندارد باید سن فرسودگی خودروها رو به کمک وزارت صنعت، معدن و همچنین بیمه تعیین میکردن. وزارت نیرو باید 30% از برقی رو که داره تولید میکنه از طریق انرژی نو تولید میکرد. سازمان منابع طبیعی باید سالانه 300 میلیون درخت میکاشت به وسعت 300 هزار هکتار. خود این رقم میشد 1,800,000,000 درخت. مطلقا هیچ کدوم از این برنامه ها رو هیچ کدوم از این دستگاه ها اجرا نکردن. آیا درختکاری هم بهانش میتونه تحریم ها باشه؟ آیا اینکه سازمان محیط زیست و مؤسسه استاندارد سن فرسودگی یا حد مجاز انتشار آلودگی ها رو هم تعیین نکردن، این هم به خاطر کمبود اعتبار و تحریم ها بوده؟ به نظر میرسه که هیچ عزمی در هیچ کدوم از دولت ها نبوده برای اینکه مشکل حل بشه. هنوز هم دارن فقط با همدیگه بازی میکنن، تقصیر میدازن گردن این یکی، این تقصیر میدازه گردن اون یکی. و خوشبختانه یه چیزی به نام تحریم هم هست و این بهانه دلپذیر تا بتونن پشت این ناکارآمدی خودشونو پنهان بکنن. چگونه هستش که توی این تحریم ها توی صنعت چای میتونه 3.5 میلیارد دلار طرف بالا بکشه، کسی صداش در نیاد، ولی با چند میلیون دلار که اگر خرج میکردیم تو قانون هوای پاک و مشکل رو میتونستیم حل بکنیم، همیشه ما باید با چماق کمبود اعتبار و بودجه و تحریم مردم خودمون رو در معرض بیماری شدید قرار بدیم. آقای درویش، با چقدر بودجه، با چقدر اعتبار این مشکل آلودگی هوا رو میتونیم تا حدی کاهش بدیم؟ شاید کمتر از 1/5 خسارتی که داره آلودگی هوا به کشور ما میزنه. یعنی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که دست کم 8.9 میلیارد دلار خسارتیه که کشور داره از آلودگی هوا هر سال میخوره. 5500 نفر از هموطنان ما فقط در تهران و بین 40,000 تا 50,000 نفر در ایران دارن جانشون رو مستقیم از دست میدن. 8% جنین ها هنگام تولد به دلیل آلودگی جان خودشون از دست میدن. اینها چقدر میارزه واقعا؟ جان این هموطنان چقدر میارزه؟ ما با 1/5 در واقع اعلام خسارتی که مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده میتونیم مشکل آلودگی هوا رو برای همیشه حل بکنیم اگر بخوایم. ما اگه 400 میلیارد تومان هزینه میکردیم میتونستیم تمام معابر عمومی شهر تهران رو مجهز به مسیرهای ایمن دوچرخه سواری بکنیم. با 200 میلیارد تومان همین کارو میتونستیم در مشهد و اصفهان انجام بدیم، ولی ما نرفتیم به سمت این کارها. به جایش رفتیم هی بزرگراه ساختیم، اتوبان ساختیم، تونل ساختیم و هی مشکل رو بدتر و بدتر کردیم و هی چراغ سبز نشون دادیم به خودرو محوری. ما به جای اینکه بیایم ناوگان حمل و نقل عمومیمون رو افزایش بدیم، مترو رو افزایش بدیم، رفتیم به هر نفر 25 میلیون تومان وام دادیم که برن باز از این خودروهای فشل بخرن. ما خودمون به دست خودمون این بلا رو سر خودمون آوردیم، نه به خاطر کمبود پول. آقای درویش، چه کسی باید این اقدامات رو انجام بده اگر متولی بخوایم در نظر بگیریم؟ سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون متولی حسن اجرای قانون هوای پاک بوده و اتفاقا به عنوان سازمانی شناخته شده الان که بیشترین میزان در واقع ترک فعل رو انجام داده. یعنی وقتی خود متولی حرمت امامزاده رو
در نظر نمیگیره و رعایت نمیکنه، دیگه چه انتظاری از بقیه داریم؟ وقتی تو خود سازمان حفاظت محیط زیست وقتی میری جای پارک وجود نداره و همه کارمندان و پرسنل و کارشناسانش دارن از خودروی شخصی استفاده میکنن و هیچ کدوم انگیزه ندارن که از دوچرخه استفاده کنن یا از وسایل حمل و نقل عمومی، چه انتظاری از مردم دارید؟ وقتی شما وقتی وارد مجلس میشید میبینید همه دارن با خودروی آخرین مدل میان، هیچ نماینده‌ای رو نمیبینید از مترو یا از دوچرخه استفاده کنه، چه انتظاری دارین که مردم این کار رو بکنن؟ بله، به نظر شما فوری ترین کاری که باید انجام بشه چیه در حال حاضر از نگاه یک فعال محیط زیست؟ فوری ترین کار اینه که واقعا قانون هوای پاک رو اجرا کنیم. یعنی ما الان صاحب یک قانون هستیم، 6 سال تصویب شده، 24 ماده داره و همه بنداش کارشناسی شده است و به راحتی ما میتونیم این کارو بکنیم. اصلا نیازی نیست ما چرخ از اول اختراع بکنیم، همه چیز آماده است، همه چیز فکر شده، همه چیز پیش بینی شده، حتی بودجه اینها تو قانون هوای پاک دیده شده. الان این بودجه چی کار میشه؟ الان قانونی داده شده به دولت ابلاغ شده، خب بودجهش الان دارن چی کار میکنن وقتی این اتفاقات نمیفته؟ سوال واقعا این سوال شما باید از دیوان عالی کشور، از رئیس قوه قضاییه، از رئیس سازمان محیط زیست، از هزار تا نهادهای بازرسی مختلف بپرسید که چرا این قانون اجرا نشده؟ 6 سال ازش میگذره، چرا این قانون اجرا نشده؟ این تدابیری که در حال حاضر گرفته میشه برای آلودگی هوا به نظر شما کارساز خواهد بود؟ مطلقاً اصلا تدابیر وجود نداره. ما منتظریم باد بیاد یا بارون بیاد، فعلا هم میگیم که یه روز در میون زوج بیاد، فرد بیاد، مدارس تعطیل، ادارات تعطیل. اگه قرار بود با این مشکل حل بشه که تا حالا 10 بار حل شده بود. ما کاری انجام نمیدیم. شما ببینید ایران تنها کشوریه در جهان که میزان ناوگان حمل و نقل عمومیش در طول یک دهه اخیر کم شده به جایی که زیاد بشه. این درد و آدم بره به کی بگه واقعا؟